بیننده های گران قدر تلویزیون ملی افغانستان سلام و وقتتان بخیر. به برنامه میهن من خوش آمدید. امروز قرار است نشست مردمی در رابطه با جمع‌آوری کمک برای مهاجران عودت کننده از کشور پاکستان برگزار گردد. گزارش داریم در رابطه با این موضوع. امیدوار هستیم تا پایان گزارش با ما همراه باشید. رؤسا و مسئولین محترم، امور علمای کرام، بزرگان معزز، تاجران حاضرین، مهمانان و جوانان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست از همه حضور گرم و صمیمانه هر یک شما را با کمپین امروزی که به مناسبت جمع‌آوری کمک برای مهاجرین افغان برگزار گردیده است خیر مقدم و خوش آمدید. بروزی و سعادت دارید برای تن از بارگاه رب العزت استدار می نماید. حاضرین گرام قدر، جای مسررت است که نشست امروزی خیش را به خاطر کمک به مهاجرین افغان که از کشورهای پاکستان و ایران اخراج شده که تحت نام کمپین جمع‌آوری کمک برای مهاجرین افغان برگزار می نماید. یک کمیته از سوی امیرالمومنین حفظه الله ایجاد شده. در امو کمیته تقریبا 13 ریاست دخیل است: ریاست شورای علما، ریاست استخبارات، ریاست امور مهاجرین، ریاست معارف، ریاست صحت عامه، ریاست اقتصاد، ریاست مبارزه با حوادث، ریاست حج و عمره، ریاست طاعت و فرهنگ، ریاست صنعت و تجارت، ریاست سرمیاشت، ریاست افواه و قبایل. در امو کمیته که از طرف امیرالمومنین حفظه الله ایجاد شد، در رأس امو کمیته معاون صاحب مقام ولایت است و معاون اول کمیته رئیس امور مهاجرین است و معاون دوم کمیته رئیس اقتصاد است و معاون سوم کمیته رئیس اعمال مقابل است. دیگر رؤسا اعضایش است و دومی کمیته است که کوتنان عزیز و یک جمع‌آوری در مسلطا و در قریه ها و در همون منطقه میشه اونو تشریح والیس هم انشاءالله برای شما میده و در شهر که ما داریم سه منطقه ما او را انتخاب میکنیم برش. عزیزان محترم، جنگ های دوامدار و وقوع حوادث طبیعی در کشور تعدادی هموطنان ما را برد به مشکلات زیاد روبرو گردانی و آدم را مجبور به ترک خانه و پاشانهشان نموده است. ولی بزرگان امارت اسلامی افغانستان از طریق برپای کمپین ها های لازمی را با مهاجرین افغان جز مکلفیت و وظیفه خود دانستند. همکاری کارکنان، تاجران ملی، دکانداران، مالکین وسایط نقلیه، کارمندان دولتی و هموطنان خیراندیش جمع‌آوری نموده و برایشان به مصابه کمک تنظیم می‌نماید. در پایان ارزو میکنیم که مردم متدین و شریف ولایت جوزجان در این روند خیریه با سهمگیری و اشتراک فعالشان مکلفیت دیدی رسالت انسانی و عواطف بشریشان را با پرداخت اعانه و صدقه از هموطنان و برادران مهاجرین خویش را و یارین رساند. برادرای عزیز، خصوصا علمای کرام، محسن سفیدان، تجارهای ولایت جوزجان، بنسټهای خیریه، رؤسای مختلف ارگانهای امارت اسلامی و نوجوانان، در تالار ولایت جوزجان خوش آمدید برایتان میگویم. برادرای عزیز، شما خبر داریم، چرا که رسانه ها، تلویزیون ها، در موبایل ها برابطه اخراج مهاجرین ما و شما از پاکستان، از ایران، ما و شما میبینیم که بسیار همراهشان ظلم و ستم میشه، همراهشان رویه زشت میشه، همراهشان
سلوک غیر انسانی میشه کلگی رسانه ها و شما تعقیب میکنیم و خبر هستیم در این رابطه پیش رئیس محترم برایتان معلومات داد که جناب علی بدر امیر المؤمنین حفظه الله با اساس هدایت اونها در مرکز در ولایت ها در ولسوالی ها کمیته ساخته و جور شدن در این رابطه امروزا مجلس ما و شما هم بخاطر کمک و همکاری با برادرهای مهاجرین ما و شما از پاکستان، از ایران که می آیند آیا ما و شما چه قدم می دانیم؟ در همو رابطه ما و شما امروز در تالار ولایت مجلس گرفتیم برادرای عزیز الحمدلله خوش به این حال استیم که مسئولین امارت اسلامی و محاسن سفیدان قوم های مختلف افغانستان و تجارهای ملی کشوری ما و شما و علماء کرام نوجوانان ما و شما میبینیم در مختلف روزها که در بادر تورخم و در سپین بردک بسیار یک استقبال گرم یک خوش آمدید خوب در اونجا صورت میگیرم الحمدلله یک اتفاق ما و شما نشان میتا یک برادری و اخوت ما و شما نشان میتا در رابطه همدردی انسانیت برابطه اخوت اسلامی و هموطنان خود این را نشان میتا ما و شما هم میبینیم و دنیا هم میبینم لکه سرنگا چه تاسی تا معلوم ادا به پاکستان هیواد یو کن نمون نیسات پر دیش او دی چلویختو کلو پوری زمانستاسی مهاجرین آلتا و سیدل و آلتا میشتمو در جهاد پا دوران که تلیلی و یا مخی یا روستا پا کار داوا زکا پاکستان زمان یا همسایا او مسلمان هیواد ده پا کار داوا چه مهاجرین خارج اول ده اخبر ملک نا اوی سر انسانی سلوک شوی بای اوی تا فرصت ور کرده بای اوی سر ظلم و زیاده نوی شوی مدو تاسی رسنی یلو مهاجرین وحل کیگی مهاجرین بندیان کیگی به مهاجرین و منقولا و غیر منقول اموال داده اوی نا اتستل کیگی او دیر پا ارزان قیمت بانی تری نپاتی کیگی او یو بدر او یو ورسر کیگی زمان دل تمنا ارزو هیدا دا پل همسایه هیوان نا پا دی کچه بانی نوا آینده هم نبال چه پا دلس ای کچه بانی دیوی زمان خواهش زمان تمنا دا پل همسایه هیوان دو نا دل دا چه الحمدلله من دو تاسی مسلمانانیو زمان استاس حنانات زمان استاس دین مقدس اسلام دا سر یو دی 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 دمی طرف قومونا و دی آلی طرف قومونا دا سر یو قوم دی زمان که سر اخبر ولی گری باید چه دمی مهاجرین و سر انسانی سلوکوشی انسانی عزت ورطا قائل شه انسانی احترام بشکر بند ورطا قائل شه اغا مسلمانی، اغا اخوت، اغا همسایتوب دا خلا پریدک پرزایک
کم رویش چه نن سب روان ده دا زمان پا اسلام دین مقدس که هم در اسی رویش نشتا دا بین المللی قوانینو کم دا نشتا نو زمان تا تازا دیده بی حوادون ما دغدا چه بید زمان محجرین و سر کس رو بکی چه چون را که گرد بی سرویخ تو کرو که یا شمو کرو که زیادت کم محجرین و سر اکری چه آرکه رویش دا و دو سر لاحو نشی بعد چه من اخبر و در ترازون دو دوی آرکه رویا دو دوی آرکه چلن دو دوی آرکه گزارا دو دوی آرکه انسانی سلوک دو دوی آرکه امسای دوب سلوک بعد زمان پا زهنونو کیوی دسی نچ خدا نخستا دو دوی دلاسه چکر ممکن ترازون اخبر اولاد تا اخبر قوم تا پلو کنیوالو تا اما بد خاطر اولاد و دوی تا بد خاطر کسی او کن و محترمو خبر اگه رضیت نام دو دا کم کمیده چی جورشوی دا مختلف ورائی دو که یا دو رسوالیو بسط بانده دا دی اپلو مهاجرین و رونو سرا دا همکاری و دی کومک پا بنیاد بندی جورشوی و منگا او داسی تا لازم دا اپلو و تنوالو سرا اخپلو قومونو سرا اخپلو محجرینو سرا اگر اخپل دورولی سلوک او همکاری او قومت دوی سرا بای دو دو ممن تا پکار دا لکه سرنگه چه مخی مجلس که ما یو خبر او که میدی تمیزون که نام مالیده چه زمن که جوزیان ولایت یو کس لگیا ده اگر بی محجرینو پرا بیده بانده اگر دا خبر کهی چه زبا اخبر مره دخولی دا بزر تقسیم کما دا بنیم کما اگر نیمه حساب اخبر مهاجر و مرتور کم نیمه حساب آنه بزر اخبر گزاره کم نمونده اتاسی که پکار دا چه چون را نبیا کومه پونه دی یا دی کور پرا بیده دا یا دی زمکی پرا بیده دا یا دی کاری زمینی دی گلوونو پرا بیده بانده دا یا دی صحت پرا بیتا بانده دا یا مورد رسی کمکون و همکاریو پرا بیتا نو باید دیده بی اخپلو رونو سرا سنگ پا سنگ اوگا پو اوگا باید مولو تاسی ادریگو او دوی سر همکاریو کو او دوی سر همکار پاتیشو دا زمون وطنوال دی دا مهاجرین زمون رونه دی دا مهاجرین زمون قومونه دی دو دوی تم و امید مگو تاسی تدا دا اللہ پا نصرت سرا چه سمرا زمون که وزوی سمرا زمون طاقت وی سمرا زمون توان وی با دیدن محجری رو 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 نادری نکو نو دغرا دیده که زمان درخواست تاسی لپارا چه دلتا تاسی تزا مخاطب یما دغرا دیچه کوشش و کوچه دوی سر هر قسم انکاری تا زان تیار کن اخبر قوم، اخبر رونا، اخبر اخبروان چه چمر متعلقین دی دغا ورایتی و سیگو جوزیان ورایتی دغا را دیده که باید همی سر خبر روشی او دغا امکاری تا دی جوزیان مختلف رسونا چه آغا دی هر قوم سر را دیده لری ای آغا تاجیب دی، ازبک دی، پختانه دی، عرب دی، ترکمن دی یا نور قومون و جبه دلتا و سیگی در کون زمون نورو ندی بعد دو دوی ترسن مونگو دریگو او دو دوی همکاری و کومت دبارا بعد مونگ اخبر اقدام او کو دا با دستی نمی چه دو خلیه خبر روی بعد زمون دستاسی همکاری زمون دستاسی کومت دا با دایی چه علمی و عملی کوی یعنی چه هر ساحه که در مهاجرین نورو نرازی مونگ او دستی چه چمرا وزوی منو داسی تا پکار دا چی دی اخبر وسی و دی توان مطابق دی داری مهاجرین و رونو خا گرم استقبالو کو خا خوندوار و گرم و دیر پا مینه بانده دیر پا ارپد و توجه بانده دو دوی استقبالیا دو دوی خرابلاس دو دوی خوش آمدی دو کو زکا چی دا کم موسم هم چه روان ده و آقیم دی رئیس دا یخنی موسم ده ورس برس دا ورزی یقیدی دا تابوی دا پارا دی بستری دا انباسی دا مختلفو دا آقا گرم کولو دا پارا دا کالی دا پارا
ضرورت د دې لپاره باید موږ تاسې خپل ورونو سره همکاري وکړو او همکاري لپاره باید تیار اوسو. الله دې وکړي چې کومې خبرې موږ تاسې وکړلې چې دې لپاره عملي جامه واغوندو. څنګه چې رئیس صاحب تاسې سره خبره وکړه د ولایت چې کوم دغه ښار چې دربان دی مختلفو ساحو کې چنګو لپاره کومکو لپاره صندوقونه به هم دوی ږدي. دې لپاره انشاءالله موږ مختلفې کمیټې چې د کلو په سطحه باندې بلته لکه د تجارتو کومه اتحادیه ده یا د صرافانو ده یا کلندران دي یا زموږ علما دي یا نوجوانان دي یا کسبګر دي هغوی لپاره به انشاءالله موږ مختلفې کمیټې جوړوو. هغوی در سره به ځي هغوی سره به کښېني چې څومره ستاسې وسه وه څومره ستاسې توان و نو دا د نیک عمل دپاره د ثواب دپاره د خپلو ورونو همدردۍ د خاطره باید موږ او تاسې هېڅ قسم کومک دا برېښ نه کړو او د دوی کومک ته ودانګو. الله پاک دې موږ او تاسې همیشه دپاره خوشحاله وي. الله پاک دې دا زمن وطن افغانستان همیشه دپاره امن لري. الله پاک دې دغه زمن وطن چې کوم اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی الله دې دا مشکلاتونه ختم کړي. الحمدلله یو لوی نعمت چې دی هغه د امنیت دی. امنیت الحمدلله شته چې کله امنیت په یو ملک کې وي یو ځای کې امنیت برابر وي نو انشاءالله دا نور کارونه به ورو ورو دا به سرته رسېږي. خو هر کار دپاره همت پکار دی. موږ او تاسې باید کلک عزم او کلک همت همیشه دپاره ولرو ځکه دنیا دا دنیا هم خپلې ګټې لري. دا هغه ګټې کېږي موږ سره همکاري کوي که یې ګټه دلته خوندي نه وي د ګټې معنې څوک ګرځي نو هغوی بیا زموږ دپاره مشکلات لټوي. که چېرې موږ دغه د افغانستان ولسونه د افغانستان مختلف ژبې والا دا خلک چې دی دا ټول سره پیوست یو ټول سره همکاره یو نو انشاءالله دا مشکلات به ورو ورو الله پاک ختموي. نو داسې ورځ به راځي انشاءالله چې هېڅ چا لپاره غیر د الله ربالجلال د ځان نه چا ته به انشاءالله محتاجه نه یو ځکه زموږ وطن معدن نه غني دی. ښه ګاز لري ښه تیل لري ښه معدنیات لري او ډېر خوندور ذخایر لري نو انشاءالله امارت اسلامي په دغې کارو کې هم لګیا دی. هغه خپل اقتصاد خپل عواید دې لپاره توجه یې کړې ده حرکت یې ورکړی دا هیلې چې دا دومره نظام چې چلیږي دا داخلي عوایدو نه چلیږي دا ستاسې په همکاریو باندې. نو انشاءالله زه په دې نظر یمه چې یو ورځ به راځي چې الله پاک به موږ او تاسې غنیان کوي. هېڅ چا ته نه هېڅ چا لپاره به محتاج نه یو سوا د یو الله ربالجلال د ځان نه ځکه موږ د هغې بندګان یو هغه زموږ خالق دی. که زموږ اقتصاد هم قوي وي یا ضعیف وي همیشه لپاره به زموږ توجه دا به د الله ربالجلال ذات دپاره وي. همگی ما و شما حالت مسافرت و حالت غربت و حالت مهاجرت تشهیدی اکثریت ما و حالت غربت مهاجرت داریم. این روز دما و برای ما یک جای بسیار افتخار است و بسیار به خود باریدیم که وطن ما صاحب دارد. افغانستان ما بر فعلا صاحب شده که مهاجرین خود استقبال میکنه. این بسیار برای گپ است. الحمدلله در وطن ما امن امنیت است، صلح و آرامی است، کشور کشور اسلامی است، قانون اسلامی است، همه چیز به احکام شرعی شرعی فرستاده میشه. این بسیار برای ما و شما کسی که مسلمان باشه خاص شرعی است. ما برای ما اندگی از اقوام خلقای وگو کروای گذر مردم عوالی شرعی شرعی شما ما دیوا دارم میتونی شما تا که حد بشری ما توانی ما شما پوره است کشی میکنیم چیز جمعوری میکنیم در پالوی شما هستیم مرتبط با دولت خود هستیم. هموطنان عزیز، این بود گزارش ما در رابطه به جمع‌آوری کمک برای مهاجرین عودت کننده از کشور پاکستان که خدمتتان تقدیم کردیم. تا تقدیم گزارش‌های بعدی، هر یک شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.